به همین مناسبت بهشون سلام میگم و عرض خوش آمد. واسم نمیتونم سم نده واسم تو واسم قاسم نمیت واسم ناسم سم سم واسم سم سم. من هم از این که عرض عریضتون رو زیارت میکنم خیلی خیلی خوشحال هستم آقا جون. البته امروز توی جامعه ما معمولا اتفاق نمیفته که کسی جایی گرفتار بشه که نتونه از طریق اسباب و علل یقین بکنه که وقت نماز داخل شده یا اینکه خیر، اما میخوام بدونم که اگر که حالا شاید یک اتفاقی افتاد در یک اتاق کاملا بسته بود نتونه تشخیص بده الان نماز ظهر وقتش داخل شده یا اینکه خیر، تکلیفش چیه؟ احسنت. بله واقعا سوال به جاییه، چون الان توی جمهوری اسلامی همه ی گرفتاری ها حله، فقط همین یه گرفتاری مونده که اون هم اینه که یکی تو اتاق گیر افتاده باشه زمانو نفهمه. سر این موضوع روایت های زیادی هست، یکیش اینه که در بزنه بگه آقا ببخشید ساعت چنده، این یه روایت. نشد میتونه تلفن بزنه اوقات شرعی رو سوال کنه دیگه، تهش اینه که به ساعت خودش نگاه کنه دیگه، یا میتونه مثل آقای احمد خاتمی بذاره قضا بشه بعد قضاشو میتونه با نون بخوره، این دیگه آخرش. بسیار خب، یعنی در واقع همون قاعده فقهی که اقضی ما فات کما فات دیگه. نه اون دیگه در اینجا صدق نمیکنه. و تو هم واسه من اینجوری خارجی نه حرف نزن، من خودم اند قاعدم، میدونی in the face in the foot in the fight in the patch in the barn it's on there there also. یه قانون دیگه هم هست که میگه from night on I see you under Feel on the canals of Vernal is in the birth of Sherwood. یه مطلبی مشهور بود الان هم تقریبا هست بین عوام مردم که میگفتن که شاید از آنهایی که از طریق رسانه پخش میشه یه خود فاصله داشته باشه با اون افق شرعی. مثلا میگفتن که مدت زمانی که طول میکشه نور آفتاب به زمین برسه حدود 8 دقیقه است. حالا همینو بر اساس گفته هایی که شنیده شده 8 دقیقه ممکن طول بکشه. ما بعد از اینکه اذان تلویزیون رو شنیدیم یا رادیو رو شنیدیم مدتی صبر میکنیم تا یقین بعد دخول وقت نماز داشته باشیم بعد نماز بخونیم. این دلیل میشه اینکه بخوایم مثلا خودمون بگیم که حالا نشده الان اذان مثلا زودتر گفته شده دیرتر گفته شده، بلی. یا اینکه ما بر اساس شواهد میتونیم یقین بکنیم؟ بابا خفه شو یه دقیقه ببینیم چی شد. آفتاب از دخول گرفته 8 دقیقه این آفتاب رو سر کی تابیده؟ بعد تلویزیون چی پخش میکنه؟ این ازن وزنا چی میکنی تو آخر؟ خب تنبلیت میاد برید دو رکعت نماز بخونی. خب بگو دیگه اینقدر چرا علما رو اینقدر میپیچونی آخر؟ این بسیجی ها با همین سوالاشون نصف وقت مقام معظم رو تلف میکنن. لندهور آجا در خصوص مسئله سر سوال کردن که حالا خانم ها خواسته که میخوان مسئله سر رو بکشن باید حتما فرق باز بشه و مسئله سر رو بکشن، چون اگر که این اتفاق بیفته آب مضاعفی اتفاق میفته، با دستی که وضو گرفتن بخوان فرق باز بکنن بعد مسئله بکشن خشک نمیمونه اون محل مسئله. این مشکل رو من هم دارم، مثلا شما اگه دقت کنید من خودم از این قسمت میگیرم، از این قسمتی شما گفتین حالا از این فرق وسط سر باز میکنی میای یه قسمتشو میتونی بندازی چپ یه قسمتشو میتونی بندازی راست، از این ور بکشی بری حالا یه سری ها میگن که نباید این کارو بکنی، بعد یه سری این ور بری بندازی این ور، بعد از این وسط از پشت این داستانش میتونی این ور بیگودی بپیچی، این ور میتونی مصری بزنی، اون پشتشو میتونی قارچی بزنی ور بری بیای جلو. دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم، ان شاء الله هفته آینده هم به قید حیات در خدمتتون خواهیم. خیلی متشکرم، خداحافظی میکنم از استاد خاتمی عزیز.